همکارم نیکی محجوب اینجا با ماست نیکی پیش از اون که به دیگر مشکلات دانش آموزان که کم هم نیستن تو فضاهای آموزشی باش دست و پنجه نرم میکنن تو سه سال آموزشی حدودا سه سال آموزشی دقیقا در ارتباط با کووید 19 چه مشکلاتی رو بیشتر برامون بگو پشت سر گذاشتن ببین میشه گفت کووید نشون داد که چقدر زیرساختای آموزشی ما در ایران دچار مشکله یعنی وقتی که بحث میشدش که در بعضی از مناطق میشه اومد به خاطر اینکه حالا دسترسی به مدارس نیست امکان نقل و انتقال سخته به خاطر مشکلات جاده ای خب امکان تدریس آنلاین رو بذاریم چیزی که در بقیه جاهای دنیا اتفاق میفته کووید نشون داد ما اصلا زیر ساختش نداریم چرا؟ چون وقتی اومدن اوایلش که خب مدارس تعطیل بود و تا برنامه ریزی بکنن و تا ببینن میخوان چی کار بکنن خب قاعدتا مثل خیلی از جای دیگه دنیا مفهوم بود این وضعیت در هم ریخته و آشفته اما بعد اومدن گفتن که مدارس غیر حضوری میایم از سیستم شاد استفاده میکنیم خب این سیستم شاد آموزش و پرورش نیاز به موبایل داشت نیاز به لپتاپ لب... داشت چیزی که برای همه... دقیقا. داشت. دقیقا. چیزی که برای همه دانش آموزان ایرانی امکان خرید نه لپتاپ هست نه موبایل هست نه اینکه خب در ایران شما مجبورین اینترنت رو بخرین اینطوری نیستش که بگن خب یه حجم بالای اینترنت در اختیارتون قرار میدن ما زیر ساخته پهنای باندمون مشکل داشت همه اینها رو بذارین در کنار اینکه ما چقدر معلمی داشتیم که اون معلم ها آموزش دیده باشن برای اینکه بتونن آموزش آنلاین بدن دقیقا یه درصدی از معلم های ما خودشون با سیستم آنلاین ارتباط نداشتن نه به این دلیل که بخوایم بگیم احتمالا مثلا نمیخواستن نه هیچ وقت امکانش نبوده معلم همیشه سر کلاس بود همیشه خاک تختر رو خورده بود حالا یه, یه سری از مدارس یه کم وضعیت بهترمون ماژیک و بود که خب شرایطشون بهتر بود اما همه اینها مشکلات رو دو, ست چندان کرد از اون طرف معلم باید میرفت توی مسیر طولانی تا بتونه دسترسی به اینترنت داشته باشه از اون طرف دانش آموز باید راهی میشد و همه اینها نشون داد که خب زیرساخت آموزش در ایران با هزار و یک مشکل مواجهه خیلی کوتاه به این زیرساختها ها بیشتر اشاره میکنی که حالا فارغ از کووید 19 تاثیر میذاره رو شرط تحصیلی بیا اینجوری نگاه کنیم بر اساس آمار رسمی در ایران 160 مدرسه کپری داریم در حالی که گفته میشه این آمار غیر رسمی که چند صد هزار مدرسه کپری داریم یک عالمه مدرسه داریم کانکسیه هزاران مدرسه داریم که بافت فرسوده است اینا نیاز به تعمیر داره اینا نیاز به بودجه داره ما در, مد... در استانهای مختلف با کمبود معلم مواجهیم حقوق معلمامون هم پایینه خود آموزش و پرورش اصفهان دو هفته پیش اعلام کرده ما دیگه به کیفیت کاری نداریم به خاطر اینکه معلم به اندازه کافی نداریم به کمیت میپردازیم یعنی معلم شرایط سخت داره داره با هزار و یک مشکل جلو میره حالا الان میگن خیلی خوب با اینکه نمیتونیم حقوق شما رو تامین کنیم سرکوبتونم میکنیم هم میندازیم تحصیل دانش آموزان هم برامون اهمیت نداره کیفیت رو در نظر نمیگیریم به کمیت میپردازیم ممنون از تو